اوایل که گوشی شیامی اومده بود خیلی ها باش نمیتونستن ارتباط بگیرن خیلی ها نمیتونستن بهش اعتماد بکنن اما الان جایگاه خودش رو تو بازار ایران پیدا کرده و این ویدیو در مورد قابلیت های جدید رابط کاربری میوهای دوازده که جدیدترین رابط کاربری گوشی شیامیه سلام به دوست داشتنی من مهدی شجری و امروز قرار تمام ترفندها و قابلیت‌ها ها و ویژگی های جدیدی که به رابط کاربری جدید شیامی اضافه شده رو با هم دیگه ببینیم چند وقت پیش تو پیج اینستاگرامم دوتا دو تا استوری گذاشتم در رابطه با میوای دوازده یه نفر اومد گفت بابا این دیگه خیلی قدیمی شده من سه ماه پیش گرفتم اما اگر دایرکت تا اینستاگرام و یه روز وقت کنم بیارم بهتون نشون بدم روزانه پنجاه نفر از من میپرسن که میوی های برای گوشی ما کی میاد هنوز خیلی فراگیر نشده به خاطر همین این ویدیو رو رکورد میکنیم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو خوشحالم میکنید اگر همین الان لایک کنید این ویدیو رو اگر تو اینستاگرامی دو تا بزنید روش اگر تو یوتیوبید یه دکمه 60 هست پایین بزنید که لایک بشه کامنت هم بذارید چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید که دیگه دمتون گرم زنگوله بغلش هم بزنید بریم سراغ قابلیت مختلف میوای که تقریبا 7 دوازده تا قابلیت جدید اضافه شده به میوای که اولینش که چشم منو خیلی گرفت انیمیشن هاشه. خیلی انیمیشن اضافه شده بریم ببینیم خب همونطور که گفتم اولین و جذاب ترین بخشی که به میوای دواز اضافه شده بخش انیمیشن است شما هر چیزی رو که باز میکنیم وقتی ببندیش این آیکونش نشون میده که مثلا من اینو باز میکنم وقتی میبندمش آیکونش بسته میشه یا مثلا میوزیک رو باز کنم ببندمش اون آیکونه یه تکونایی یه میخوره یا مثلا این اپلیکیشن رو ببندمش یه سری اتفاقات میفته انیمیشن بعدی که خیلی آشناس برای مخصوصا کار برای آیفون اینه که اگر از این سمت بدید پایین کنترل سنتر میاد از این ور بدید پایین نوتیفیکیشن سنتر میاد و این قبلا توی iOS 13 بود و از آیفون X که اومد این اتفاق افتاد که توی میوای 12 هم میبینیمش و خیلی اگر دقت بکنید انیمیشن ها جذاب و جذاب شده وقتی مثلا میای توی اباوت فون این انیمیشنی که اینجا وجود داره اگر گوشی رو مثلا کج و راست بکنی اون آبه که اونجا مثلا داره تکون مکون میخوره یا مثلا تو بخش های مختلفی مثل باتری که برین اینجا سری انیمیشن نا وجود داره مثلا اپتیمایز رو بزنیم اینجا یه سری حرکت ها میکنه که انیمیشن های جذابی به نظر میاد و هر چیزی هم که باز بکنید و ببندید مثلا این آیکون گالری رو نگاه کنید زورچ خورشید از اون بغل میاد و یه خیلی اتفاقات جذاب توی انیمیشنش افتاده مثلا اگر ما بخوایم یه دونه اپلیکیشن رو از توی گوشی ریموو بکنیم این قبلا توی میوای 11 هم بود تا الان یه مقدار جذابتر شده و حرکت اپلیکیشن ها کنار هم دیگه هم خیلی جذاب شده مثلا من این یکی هم بزنم ریمووش کنم که شما نزدیک ببینید زورچ واسه تمام جزئیات این گوشی یعنی میگو دوازده شیامی فکری کرده مثلا اگر خیلی محکم اسکرول کنید برید پایین یا بالا اون تایش یهو تیکی میزنه که خیلی باحاله این انیمیشن رو تا وقتی خودتون تو دستتون نگیرید نمیتونید احساسش بکنید مثلا توی بخش باتری یوزج دی استاتس که بزنید اتفاقی که میفته اینه مثلا خیلی راحت میتونید جابجا جا بشید توی ساعت‌های مختلف خیلی اتفاقای جذابی واقعا روی انیمیشناش میفته که نظرم خیلی باحاله مثلا نگاه کنین تو بخش اباوت که بیاین اینجا روی قسمت استوریج یه دونه بابا نمیخواد غلیظ باشی استوریج یه دونه آبه این بالا پایین میشه اینو بهتون نشون دادم ولی وقتی روش بزنید خیلی جذاب میاد بخش های مختلف گوشی رو که حافظه رو درگیر کرده بهتون نشون میده و بهتون میگه که هر کدومش واسه کجاست و این میتونه خیلی جذاب باشه که کلا شیامی روش خیلی کار کرده روی انیمیشناش اینم از این خوب. همونطور که دیدیم یه خیلی انیمیشن تو کلی از بخش های مختلف گوشی نهفته شده نهفته شده واسه بخش باتری تو ویدیوهای های اما نکته ای که وجود داره اینه توی این تجربه ای که من داشتم به نسبت میوای 11 و این همه انیمیشنی که بهش اضافه شده احساس میکنم که رابط کاربری خیلی سنگین شده و خیلی از انیمیشن ها حال کاری نداریم که برگرفته از iOS و وان یو سامسونگ اما اینا مهم نیست مهم اینه که امیدوارم تو بلند مدت عمل کرد روی تاثیر او. امیدوارم که توی بلند مدت عملکرد روی سرعت گوشی نداشته باشه چون واقعا زیاد شدنی میشن بخش بعدی که خیلی جذابه و اون موقعی که من استوریا رو گذاشتم تو اینستاگرام خیلی ها پرسیدن در موردش سوپر والپیپره بریم ببینیمش مثلا اگر همین حالت رو من دو تا بزنم بیا تو حالت لاک کره زمین بزرگ میشه اگر آنلاکش بکنم میره توی یه بخشی از کره زمین که خیلی جذابه الان توی این گوشی که تو دست منه کره زمین و کره مریخ رو داره که اگر خواستی سوپر وال پیپر رو فعال بکنید یه بار من آنلاکشم بکنم ببینید چه جذاب بسته میشه این زوم میشه یعنی زوم اوت میشه و میاد همون جایی که بودیم اگه از همینجا بزنم ز... مستقیم میاد اینجا و این یه بخش به جذابه اون تا خب قطعا به خاطر انیمیشن های زیادش و اتفاقات نرم افزاری که میفته خیلی میتونه توی سرعت گوشی اثرگذار باشه البته که بعد ببینیم تو بلند مدت چه اتفاقی میفته برای اینکه سوپر والپیپر ها رو تعریف بکنید روی گوشی فقط کافیه اینجوری زوم اوت بکنید برید تو والپیپر توی بخش والپیپر اینجا مای پیج رو که بزنید اینجا والپیپر رو دارید و اینجا میتونید سوپر والپیپر رو انتخاب بکنید که یه دونه زمینه یه دونه مریخه که حالا مریخه رو هم فعال بکنم که ببینیم کی به کی و چی به چیه الان همون آبی بود الان شده نارنجی اینم سوپر والپیپر این هم از سوپر والپیپر که به احتمال زیاد توی مثلا آپدیت های بعدی خیلی یواش می یو آی دوازده احتمالا تعدادش زیاد میشه و مدل های مختلفش رو میتونیم ببینیم بخش بعدی بخش فلوتینگ ویندوه یه پنجره شناور قبلا توی رابط کاربری وان یو آی سامسونگ بود و تازه توی یه سری از اپلیکیشن ها تو آیوس 14 اومده و الان توی می یو آی دوازده خیلی بهینه شده بریم ببینیم. بریم برای چک کردن فلوتینگ ویندو شما فرض کن که مثلا وارد اپلیکیشن محبوب اینستاگرام شدی توی اینجا میخوای مثلا یه دونه نوت باز بکنی یا گالری گوشیت رو باز بکنی یا هر چیز دیگه ای کافیه دستتون نگهداری نگه داری بری تو حالت مولتی و اینجا فلوتینگ ویندو رو انتخاب بکنی و اپلیکیشنی که میخوای رو بیاری بذاری به عنوان یه پنجره اضافی اون گوشه در حدی میتونه کاربردی باشه که حتی کال اف دیوتی هم میتونید بذارید بیارید اون بالا اون تا خب دیگه غالبا کال اف دیوتی نمیتونید بازی بکنید برعکسش جواب با مثلا کال اف دیوتی که بازی میکنید مسیجاتون رو بیارید اون گوشه بذارید که اگر کسی پیام داد بتونید جوابشو بدین اون تا دیگه مثلا من الان گالری رو اینجا میارم وقتی هم که بیاد میتونید تو روی کل صفحه با این یه خط این بالاش است جابجاش بکنید اگر ببرید سمت گوشه ها مینیمایز میشه برای در اومدن از مینیمایز هم یه دونه میزنید روش در میاد واسه بستنش هم حالا جالبه که رو هر چهار طرف هم مینیمایز میشه یعنی بسته به اون اپلیکیشن زمینه ای که دارید استفاده میکنید اینو میتونید هر چهار طرف ببرید یه دونه هم که بزنید روش دوباره بزرگ میشه و از این پایین بگیریم بکشیم بالا بسته میشه این فلوتینگ ویندو هم میتونه اتفاق جذابی باشه بخش بعدی که میریم سراغش که به نظر من جزو تغییرات بزرگ می دوازده رابط کاربری اپلیکیشن دوربینه توی اپلیکیشن دوربین خیلی اتفاقات جدید و تازه ای افتاده که واقعا منو به وجد برد. اونم بریم ببینیم ای بابا با حالا اگه این هاشف ساف فایس ویدیو رو لایک کنید بلکن این ساف فایس اما تغییرات بعدی روی اپلیکیشن دوربین اتفاق افتاده واردش که بشین اینجا یکی از بزرگترین تغییراتش اینه که اجازه ای اسلوموشن گرفتن توی حالت سلفی رو هم میده که روی میوای 11 بعید میدونم بوده باشه و مورد بعدی این کلونه که اینجا که شما میتونید یه همچین عکسایی رو بگیرید مثلا یه دونه دستتون یه حرکت میکنید اینجا یه دونه عکس میگیره بعد میاد یه عکس دیگه میگیره میاد جلوتر عکس دیگه میگیره که روی میوای 12 این اضافه شده و اتفاق هم که افتاده اینه که این رابط کاربریه اینجا خیلی ترتمیز و شست و خوشگل الان قرار گرفته ولی شما میتونید مثلا توی ستینگ برین توی بخش ستینگ قسمت کاستومایز رو انتخاب بکنید کمرا مود رو میتونید انتخاب بکنید که خودتون تعیین بکنید که از پایین بیاد یا از بالا بیاد این یه قابلیت جذابیه که میتونید ازش استفاده بکنید و توی فیچر لی هم میتونید تمام چیزهایی که میخواید رو اونجا برای خودتون شخصی سازی بکنید که توی بخش های مختلف در دسترستون باشه این که روی یه اپلیکیشن دوربین اتفاق افتاده که میتونید تجربهش بکنید مثلا الان من اون تیکه رو نزدم اون حالتی که عوض کردم دیگه نیست این هم از اپلیکیشن دوربین خیلی خوب بخش بعدی یه سری امکانات اضافه شده به دارک مود همون حالت تیره حالت شب یه سری امکانات خیلی یواشی بهش اضافه شده که بد نیست اونم ببینیم اما یه تغییری که شاید خیلی نشه روش مانور داد اما شیامی این کارو کرد توی ستینگ که وارد بشین توی دیسپلی قسمتی وجود داره به اسم دارک مود که اینجا خیلی بهینه شده برای اپلیکیشن های مختلف بهینه شده و همچنین این قابلیت طلوع و غروب برای یه سری از گوشی ها رو میوهای 11 نبود توی اینجا اضافه شده که میتونید تعیین بکنید که تو چه تایمایی از دارک مود به غیر دارک مود تبدیل بشه میتونم بگم که تقریبا اتفاقاتی که روی این گوشی روی دارک مودش افتاده خیلی بهینه شده. در حدی که اگر مثلا یه والپیپری داشته باشید که نقاط روشن داشته باشه تو حالت دارک مود میاد اونو تیره میکنه و مثلا رو اپلیکیشن های مختلف خیلی بهینه شده و ترکیب رنگ های دارک خیلی جذابتر شده که توی میوی های دوازده میتونید دارک مود بهتری رو تجربه بکنید اما مهمترین چیزی که همیشه کمپانیای مختلف توی رونمایی از رابط کاربری ها و اوس های جدیدشون روش مانور میدن بخش امنیته بعد ما میگیم که با ما که امنیت رو نمیبینیم بعد یه نفر از اونور میگه خوب حداقل امنیت داریم این امنیت من نمیدونم چه اتفاقی توش میفته صافه اما توی میوای هم تو بخش امنیتش اتفاقات مثبتی افتاده که اونا رو هم بریم با هم بررسی کنیم تغییر بعدی که توی MIUI 12 اتفاق افتاده بخش امنیتیه که بهینه شده مثلا توی ستینگ تو بخش پرایوسی پروتکشن یه قسمتی اضافه شده که شما تمام دسترسی هایی که به اپلیکیشن های مختلف میدید رو میاد آنالیز میکنه و خیلی راحت میذاره جلو چشتون که دیگه همینجوری الکی دسترسی دوربین و میکروفون و چیزهای مختلف رو به اپلیکیشن هایی که لازم ندارن ندید نفس بکش یه بخش دیگه ای هم که توی این پرایوسی پروتکشن اضافه شده اینه که وقتی وارد اسپشیال پرمیشن بشید اینجا یه منیج ویرچوال ID داره یه ویرچوال ID اضافه شده که میتونید بهینه بکنید استفاده نصب و ترک کردن از اپلیکیشن های مختلف رو تو بخش امنیتی یعنی اگر گوشی دست کسی دیگه ای باشه نمیتونه ساینی بکنه رو خیلی جاها نمیتونه نصب بکنه خیلی برنامه ها رو نمیتونه با اون برنامه کار بکنه که خب اینجا میتونید بیاید منیجش بکنید و شخصی سازیش بکنید تو بخش امنیت هم این اتفاقات افتاده اینا از بخش امنیت که اتفاقات مثبتی توش هست اما یه مورد دیگه هست Ultra Battery Saver Mode که توی MIUI 12 هست که ادعای شیامینه که تا 5 ساعت میتونه شارژرهی گوشی رو بهتر بکنه بریم تغییراتی که توی این بخش هم اتفاق افتاده رو ببینیم بریم سراغ بخش بعدی جایی که باید وارد باتری ام پرفورمنس بشید اینجا Ultra باتری Saver رو فعال بکنید تمام اپلیکیشن ها رو همینجوری که توضیح میده میاد میذاره تو حالت مینیمال یعنی کمترین استفاده از اپلیکیشن های مختلف رو برای شما داره که بتونه مثلا شارژدهی بیشتری رو داشته باشه و تمام داستانی هم که به شما میده اینه این قابلیت توی گوشی های سامسونگ قبلا بود و الان روی گوشی های شیامی هم اضافه شده که برای اینکه ازش خارج بشین اینجا میتونید اپلیکیشن هایی که مثلا تو حالت باتری خیلی کم بهش احتیاج دارید اینجا اضافه بکنید بعدش اگر خواستید خارج بشید رسیدید خونه رسیدید به شارژر پاور بانکتون اوکی شد این دکمه رو که بزنید کلا از این داستان میاد بیرون و برمیگردید به حالت عادی اینم قسمتیه که به میوای 12 اضافه شده یواش یواش خیلی خب اینم از این تقریبا بزرگترین اتفاقاتی که توی میوی آی دوازده افتاده بود رو با هم دیگه دیدیم اما خب قاعدتا یه خیلی ترفند و تیریک هم داره که اونو توی ویدیو مجزا میگم که کلا های گوشی شیامی باشه که هم میوی 11 یازده رو ساپورت کنه دوازده خیلی هنوز دوازده رو نگرفتن پس منتظر اون ویدیو ترفندای های گوشی های شیامی هم باشید اگر چنل رو سابسکرایب ندارید همین الان سابسکرایب کنید که اون ویدیو از دست نره و نکته ای که اینجاست اینه که اصلا واسه گوشی ما کی میاد می یو تقریبا توی اون لیستی که شیامی خودش ارائه داده از گوشی های دو آخر 2018 به بعد دیگه همه گوشی ها میگیرن تا اینکه کی میگیریم چرا برای من نمیاد آقا برای داداشم مثلا من نوت هشت پرو گرفتم اون داره برای من هنوز نیومده این به خاطر ریجن سریال نامبر مدل نامبرای گوشی که خب باید صبور باشید که بگیرید ولی تقریبا میشه گفت تمام گوشی هایی که الان تو ایران هستن از گوشی های شیامی اگر 2018 به قبل نباشن میوای های 12 رو میگیرن یه نکته دیگه هم وجود داره یه سری ها میگن میوای های 12 برای یه سری از گوشی ها همراه با اندروید 11 میاد که شاید مثلا شیامی دست نگه داره که پکیج رو به صورت کامل با اندروید 11 برای یه سری از گوشی‌ها امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید عذرخواهی میکنم اگر یه سری از دوستان خیلی خفن تکنولوژی این چیزا رو میدونستن اما چون درخواست زیاد بود براش ویدیوشو ساختم دمتون گرمه که تا این آخر با من اومدین لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث دلگرمیه مرسی از همراهی تک تکتون